عموما وقتی وارد قسمت ایموبیلایزر میشید، به طور مثال حالا اومدیم در مورد ایموبیلایزر بوش پراید داریم صحبت میکنیم، پارامترهای اون قسمت ایموبیلایزر برای شما نشون داده میشه. این بهترین راهنمایی است از اینکه وضعیت آنتی اسکن رو مشخص میکنه. نوشته آنتی اسکن فعال نمیباشه. آنتی اسکن چی بود؟ حالت اضطراری بود که تعریف کرد اشتباه انجام شده بود و حالا نسبت به اون تعداد بار زمان متفاوت شده بود. تعداد کلیدهایی که تعریف شده 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا، اطلاعات کلید فعلی، آیا کلید معتبر هست و شناسایی با موفقیت انجام شده یا نه، یا کلید نامعتبر هست. دوم وضعیت آنتن رو چک میکنه، آیا آنتن سالم هست، خرابه، اگرچه ما با حالت اهمی هم این کار رو میتونیم انجام بدیم. وضعیت خود آی سی یو رو نگاه میکنه که آیا شناخته شده است یا خیر. ارتباط بین آی سی یو و ای سی یو رو مشخص میکنه، آیا ارتباط این دوتا با هم برقرار هست یا نه. ای سی یو قفل هست، قفل نیست، یعنی همون توی جدولی که داشتیم لاک و آن لاک نشون داده بود. وضعیت حافظه، همون ایپیرام، و وضعیت تطابق ای سی یو، آیا تعریف شده با هم دیگه یا خیر. اما بعد از اون یه سری نکات هم در سیستم بوش پراید ما باید رعایت بکنیم، ببینیم به چه صورتی هست. یک، اگر در مواردی دستگاه ABI به خودرو وصل نمیشه، یعنی شما کانکتور رو وصل میکنی اما خطا میده که دستگاه ABI به خودرو وصل نمیشه، کانکتور سوکت ABS خودمون رو اول جدا کنیم. نوع کلید سیستم بوش با ولئو یکی هست. کجا؟ نوع کلید، یعنی اون کلید که گفتیم برای ولئو و زیمنس هر کدومش دو تا چیپ مجزا داره، ولئو با بوش یکی هست و برای تعریف کردن از کلید خام ولئو میتونیم چیکار کنیم؟ برای سیستم بوش استفاده کنیم. اگه خودرو نیاز به تعریف کلید یا تعویض ECU یا ICU داشت، قبل از وارد شدن به قسمت تعریف باید وضعیت یک آنتی اسکن، یعنی حالت اضطراری، و وضعیت ICU، این دوتا باید چیکار کنیم؟ بررسی کنیم. اگر که آنتی اسکن فعال باشه باید سویچ باز کنیم اینقدر که از این حالت خارج بشه نسبت به اون زمانی که گفته بود، و اگر وضعیت آی سی یو اسمتریش نامعتبر باشه یا شناخته نشده باشه، این دیگه از ایراد اون شخصی بوده که داشته باهاش کار میکرده و حالا یا با وارد کردن کد سویچ اشتباه بوده یا با حالا یک کلید خام دیگه این کار انجام داده، باید آی سی یو رو عوض کنیم. اگرم که از تعمیرات ای سی یو اطلاع داریم، میایم فایل داخل آی سی یو رو خام میکنیم و اونو دوباره روی سیستم خودمون قرار میدیم. اگر که فقط یک کلید داشتیم، باید یک کلید خام دیگه هم پیدا کنیم و اونو براش معرفی کنیم که از قسمت اضافه کردن کلید میتونید این کار رو انجام بدید. اگه همزمان میخواید دو تا کلید خام رو براش تعریف کنید، باید برای تعریف دو کلید کلیک کنید. اگر که بخواید ICU یا ECU رو عوض کنید، کد کلید رو حتما باید داشته باشید، وارد روی آیکون تعویض ECU یا ICU میشید و بعد از اون تعریف کلید رو انجام میدید. اگر زمانی ICU، ECU و مجموعه سویچ، این همون قسمت آنتن، هر سه تا با هم روی خودروی عوض بشن، ما میتونیم از حالت تعریف کارخانه استفاده کنیم. تو این حالت میاد اون 3-4 قسمت رو با هم دیگه مچ میکنه و برای ما قابل استفاده میتونه قرار بده. اکسس کدی که 14 رقم داره، حالا ببینید چه هر کدوم از این اعداد چه نکاتی رو برای ما نشون میده. مجموع 4 عدد اول برابر عدد خوانده شده در قسمت 5 و 6 است. یعنی شما اگه 4 تا عدد اول رو با هم جمع کنید بشه مثلا 13 14 18 20، به طور مثال این در قسمت 5 و 6 اون عددی که دارید میخونید
مجموعه 4 تا عدد در اونجا نشون داده شده است. عدد هفتم نشانگر کد سازنده است. حالا در مدل بوش 4، در مدل زیمنز 6 و در مدل ولئو 8 است. و عدد هشتم هم نشان دهنده سال ساخت محصول هست. ما بقیه اعداد چیه؟ شماره سریال هستند. پس ببینید در واقع از اون 14 رقمی که ما داریم عنوان میکنیم تا عدد هشتمش استفاده شده است. 6 تا عدد میمونه که حالا برای تعریف گیری استفاده میشه، اما خب همین 6 تا عدد رو هم در نظر بخواید بگیرید با هم دیگه حالا در بعضی از قسمت‌ها یکی هست. یه نکته هم خدمت شما بگم، بعضی مواقع 4 عدد اول با 4 عدد آخر یکی هست اگر دقت کنید. یا سیستم مثلا شما وقتی میخواید کد رو بهش معرفی کنید 4 رقم رو از شما میخواد، یا گاهی وقتا 8 رقم یا گاهی وقتا 14 رقم رو از شما درخواست میکنه. خب کد کلید نداشته باشید، من این نکته فراموش کردم تا الان به شما بگم. ببینید کد کلید اگر وجود نداشت، یعنی مشتری این رو نداشت، میتونه مراجعه کنه به ایران خودرو یا سایپا، حالا با در دست داشتن مدارک ماشین کد سویش رو بهش میدن. اگر که قبلا اتفاقی برای خودرو نیفتاده باشه، ای سی او رو تعویض نکرده باشه، ای سی او رو خام نکرده باشه، همه این موارد رو مد نظر داشته باشید. قسمت ایموبیلایزر از اونجایی که بحث حساسی هست در موقع کار کردن باهاش یکم دقت کنید. ممکن است یک خودروی حالا دزدیده شده به شما مراجعه کنه و شما بخواید کارش رو درست کنید، بعد این خودرو میره و خب بعدن برمیگردن میگن آقا شما با چه مجوزی این کار رو برای ایشون انجام دادید. وقتی میخواید در قسمت ایموبیلایزر کار کنید، سعی کنید حداقل گواهی نامه شخص، کارت ماشین و قسمت هایی که مربوط به شماره موتور، شماره بدنه، این موارد ها هست رو چک کنید که دقیقا بدونید که این خودرو مربوط به این مشتری هست یا نزدیک هست یا مورد اطمینان هست که بعدا درگیری چیزی برای شما ایجاد نشه از لحاظ کار کردن. بله اتفاق یک بار میفته، یعنی شاید شما 1000 تا ماشین هم درست کنید بره هیچ مورد نباشه، اما یه دفعه یه ماشین یه مشکلی وجود داشته باشه و این برای شما بخواد درد سرساز بشه. پس توی این زمینه های قسمت ایموبیلایزر با کمی دقت این کار رو انجام بدید. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.